سلام به همه شما جوانهای آزادی خواه در هر کجای دنیا که هستین. درود به عزم و جزمتون برای یک ایران آزاد و خسته نشدنتون در مقابله با سیاه‌ترین دیکتاتوری تاریخ ایران. بزرگی گفته در پشت هیچ در بسته‌ای ننشینید تا روزی باز شود. راهکار دیگری جستجو کنید و اگر نیافتید همان در را بشکنید. بله دوستان، هیچ بنبستی برای ما وجود نداره و با تلاش‌ها و انتخاب‌های خودمون میتونیم درها رو رو به فرداها باز کنیم. در شرایطی که غارت شده های مؤسسات مالی و اعتباری حکومتی فراخوان به یک تجمع دیگه در روز 23 آبان ماه دادن، کارگزاران حکومتی هم ترس و وحشتشون رو از این اعتراضات نشون میدن. آخوندی به اسم احد آزادی خواه که یکی از اعضای مجلس رژیمه، ترس و وحشتش رو نسبت به رادیکال تر شدن و قوی شدن شعارهای معترضین نشون داده و گفته باید کسی کر باشد تا فریاد تظلم مال باختگان مؤسسات مالی را نشنود و کور باشد تا وضعیت نامناسب معیشت و اشتغال مردم را نبیند. شعارهای مردم در حال تغییر است. شعارهای مردم به دلیل اهمال مسئولان امر از مشکلات صنفی به سمت شعارهای ساختارشکنانه در حال تغییر است. بله، امروز صحبت از میلیون‌ها سرمایه غارت شده مردم است. اما در حقیقت خواسته اصلی مردم کنار زدن حکومت دزدان و قاتلان و برپایی یک ایران آزاد است. خواسته ای که هر وقت فرصتش فراهم میشه از لابلای دردها و مشکلات صنفی اصل ولایت فقیه رو نشانه میگیره. باز هم آمار ارقام جدید از یکی از جدیدترین بحرانهایی که رژیم باهاش روبروئه، یعنی بیکاری. طبق آخرین آماری که توسط وزارت کار رژیم منتشر شده، درصد بیکاری فارغ‌التحصیلان و افراد در حال تحصیل سطوح عالی کشور در سال 95 به 20% رسیده. یعنی در مقایسه با سال 94 1.5% افزایش داشته. طبق همین آمار و ارقام حکومتی، بیشترین درصد بیکاری در بین گروه‌های تحصیلی به این ترتیبه: گروه علوم کامپیوتر 41.4%، حفاظت محیط زیست 37.6%، گروه هنر 28%، علوم فیزیکی 27.8% و کمترین بیکاری مربوط به دامپزشکی. رژیم تلاش میکنه که این موزل رو کمرنگ و یا به شیوه های دیگه ماسمالی کنه. شیوه هایی مثل کارورزی و یا طرح کار دانشجویی که البته به خاطر حقوق بسیار پایینی که داره از طرف دانشجوها به عنوان بیگاری تعبیر میشه و دانشجوها خواه یا ناخواه مجبور میشن به شغل هایی مثل دستفروشی، بازاریابی، تدریس در کلاس های کنکور، نگهبانی، پرسشگری، پایان‌نامه نویسی و خبرنگاری رو بیارن. البته همین کار دانشجویی هم 1001 جور فیلتر و تبصره داره. دانشجویی که متقاضیه نباید هیچ سابقه یا پرونده انضباطی داشته باشه. دانشجوهای خواستار فعالیت باید درخواستشون رو به معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه بدن و بعد هم تصمیم گیری در مورد اون توسط ارگانهای حکومتی در دانشگاه اتخاذ میشه. بعد از رد شدن از همه این فیلترها، واحد مربوطه در صورت عدم رضایت یا عدم نیاز میتونه قرارداد رو به دانشجو ملغا کنه. تازه تعداد دانشجوهایی که مشمول این آیین‌نامه میشن در صورت نیاز داشتن ماکسیموم 15% کل دانشجوهای اون دانشگاه میشن که در واقع مشکل جدی رو حل نمیکنه. جوانهای آزادیخواه ایرانی از هر فرصت، هر زمان و هر مکان برای رسوندن صدای اعتراضشون استفاده میکنن. نه به حکومت آخوندها خواسته مشترکیه که هر بار به شکلی خودش رو نشون میده. از گسترش جنبش دادخواهی تا شعارهای ضد حکومتی بر دیوارهای شهرها، این صدا باید شنیده بشه. یکی از دوستان عزیز فردای ما به نام آریو برزن از سمنان فیلمهایی از فعالیت‌هاش برامون فرستاده که با هم می‌بینیم.